و به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را از هر نامحرمی فرو بندند و پاک دامنی ورزند و زیورهای خود را آشکار نگردانند مگر آنچه که طبعاً از آن پیداست و باید روسری خود را بر گردن خیش فرو اندازند و زیورهایشان را جز برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان همکیش خود یا کنیزانشان یا خدمتکاران مرد که از زن بینیازند یا کودکانی که بر عورتهای زنان وقوف حاصل نکرده اند آشکار نکنند و پاهای خود را بگونه‌ای به زمین نکوبند تا آنچه از زینتشان نهفته می دارند معلوم گردد. ای مؤمنان، همگی از مرد و زن به درگاه خدا توبه کنید، امید که رستگار شوید. بار دیگر سلام و رحمت خداوند به همه شمایان، دوستان، برادران و خواهران عزیز و مهمانان شبکه درویش. چه خیلی که گفته بودیم که موضوعی که از جانب شما انتخاب می شود در کدام بابی که باشد، ما در همون باب حرف می زنیم و چگونه که شما بابی حجاب را انتخاب نبودید، امروز سخنرانی ما نسبت به همین موضوع می باشد. و چه خیلی که در اول شما شنیدید کلام خداوندی را که خداوند در سوره 24 قرآن کریم نزول کرده است که نام این سوره نور می باشد. در آیه 31 با زنهای با ایمان اشاره دارد، یعنی گفته ایسود است که و به زنان با ایمان بگو که دیدگان خود را از هر نامحرم فرو نهند و زینت های خود را آشکار نکنند. برای چی؟ برای آن که چه خیلی که در عرفیت هست، مرد با چشم دست می دارد، زن باشد با گوش. یعنی که مرد اون چیز را می بیند و یعنی که وجود وی به انگیزش می آید. برای همین برای مرد مهم است که زن زینت های زن پوشیده باشد، که وی به هر طرف دقتش جلب نشود. این هم برای مرد خوب است و هم برای زن. و این برای چی این طور؟ برای چی همین ستر لازم است یا لازم نیست؟ یعنی که خیلی ما میدونیم انکنون که با فکرم اکثریت ما که قرآن در قرآن خداوند آشکارا گفته ایستاده است که شما زنها بپوشید زینت های خود را. یعنی که چیزی که در دین اسلام فرض هست از همین زیری منح می شود، یعنی که تو پو بجلو کی پو رو زن باید که این ستر عورت می شود و زن باید که این رو پوشیده دارد و این به همه معلوم است. اما برای چی همین رو باید که زن اجرا کند؟ حاضر انشاءالله ما
در این موضوع صحبت میکنیم. برای چی؟ برای این رو ما آشکار کردن باید که کمتر از زن خودش چی رو افاده میکند، یعنی که گفته گذاریم. زن خودش اگر وقتی که زینت های زن پوشیده باشد، چیخی که من گفته گذاشتم، دقت مرد به او جلب نمی شود، یعنی که آرومی مرد نگاه داشته می شود و وقتی که می بیند زنی پوشیده رو و احساسات و به هیجان نمی آید و او آروم است. اگر وای بیند که زنی که بر چشم او نگاه می کند، چه خیلی که در قرآن گفته ایستاده از خداوند با زنهای با ایمان بگوی که چشمانشان را فرو نهند. اما ما امروز در کوچه ها افسوس که این را نمی بینیم که زنهای حاضره چگونه شده گیند. آنها آشکارا به چشم مرد نگاه میکنند و چشم بازی میکنند، یعنی که نه تنها چشم بازی بلکه از مرد هم به حیاتر نگاه میکنند به سوی مرد. اما زنهای پیشتره چگونه بودند؟ افسوس همین گونه شدگی است که شرم و حیا از بین رفتگی است و این هم به ضرر زن هست و هم به ضرر مرد، برای اون که اگر با یک نقطه دیگر رو من گفته گذارم، اگر زن در میهوی زن مثل یک چیزی هستن که از وای ها بوی می براید، بوی هنکون در زبان علمی فرمان می گویند، این افیر ها هستند که بوی مخصوص دارند که وای رو مشام مرد می فهمند. و اگر موی زن سر دادگی باشد، ان همون افیر ها با یعنی که بر هوا ان همون افیر ها به هوا پوش می خورند و مرد وای رو احساس میکند و از پای زن میشود وقتی که موی زن سر دادگی باشد. اما موی در تگی روی مال باشد، هم زن امین هست از این گونه دقت جلبی ها و هم مرد. و این چونین اگر زن ناپوشیده باشد، مرد چخیل که گفتم دقتش به زن جلب شده میشود و او انگیزشی همین بین مرد و زنی به او یعنی که به وجود می آید. و چنان که آنها زن و شوهر نیستند، این به هم تو از بین نمی رود و به ضرر مرد این به پایان می رسد. و با این گونه انگیزش ها که بسیار می شود در نتیجه یک روز، یعنی که مرد یک چند خیل زن ها رو اگر در شهر زندگی کند، در مدت یک روز یک چند زن تا 40-50-60 زن رو در کوچه می بیند و با هر یک دیدنش با هر یک انگیزش با وجود می آید و این انگیزش ها به ضرر در وجود او نمی گذارند. و این رفته رفته با مرد رو در سنی رفته رفته مرد رو در سنی یعنی که 50-55 سالگی و پروستاتیت آورده می رساند که این رو عالمان اروپا یعنی که تصدیق کرده اند. می توانید این رو جوی تصدیقش رو در اینترنت. و سیومین مسئله مهمترین همین هست که این به زنها دخل دارد. زنها، شما خانم های عزیز، خواهران عزیز، خودتون یک فکر کنید به همین دنیا،
مرد و زن تماما همین آدم عموما آدم از کجا می آید؟ از کجا؟ از وجود زن، بله؟ زن تولید میکند خواه مرد رو خواه زن رو. برای همین، برای که جمعیت ما پاک شود، جمعیت ما تازه شود، بنیاد شود و آدموی پاک و پاک دامن و آدمونی مردا، آدمونی عالم ها به دنیا آیند، این را به زن پاک این را به دست آورده نمی شود. برای چی در بین ماهازی سعدی ها، خیام ها، حافظ ها تولد نمی شوند، ابو علی ابن سینا و جلال الدین رومی و دیگر و دیگر بزرگان تولد نمی شوند؟ برای که زن های پاک دامن نیستند. می فهمید شما؟ از زنی پاک دامن به دنیا می آید، یعنی که گندم از گندم بیروید، جوز جو، یعنی که زن که پاک شد فرزندی پاک رو به دنیا می آورد. این را دشمنان اسلام نغز می دونند که برای جمعیت رو خراب کردن ما باید که اول زن رو خراب کنیم، زن رو لوچ کنیم، زن رو مثل فاحشه کنیم که وی با چپ و راست خودش رو فروشد. و یعنی که در قرآن چه میگوید خداوند؟ زنها کشتزارهای شما هستند، اگر خطا نکنم استعیذ بالله، در سوره نساء. یعنی که زنها کشتزارهای شما هستند، با کشتزار شما چه خیل اگر علف بیگانه روید، یعنی که هر گونه علف ها روید وی اوجه زمین تماما افلاس می شود، از وی یگان حاصل گرفته نمی توانی. اگر تو یک چیز رو کوری، یک چیز رو حلال و پاکیزه می گیری، زن هم همین است آخر. اگر یک شوهر داشته باشد وی حاصل پاک می آورد، اگر که یک چند شد وی یعنی که مثل یک فرزنده که مثل علف بیگانه تولد می کند و همش عادی است آخر، همش رو آشکار خداوند میگوید. اما ما چشم داریم نمیبینیم و گوش داریم نمیشنویم، درک نمیکنیم. برای همین زنها التماس، از شما یک التماس، شما باید که همین رو فهمیتون که خواهران عزیز، که شما رو همین گونه کردگی هند، لوچ کردگی هند، برای که شما نسل خوب به دنیا نارید. شما پاک دامن که شدید، شما فرزندوی تازه به دنیا می آورید که وایها دنیا را قایل میکنند. برای دشمنای اسلام این چیز لازم نیست. برای دشمنای اسلام لازم هست که ما نادان و حقیر و پست باشیم، یعنی که آنها توانند ما را اداره کرده. وقتی که ما نادان شدیم، ما خاک پای همه می شویم. درست است؟ وقتی که ما دانا شدیم، ما رو استفاده برده نمی شود. برای ما رو نادان کردن، زنهای ما رو فاحشه کردن در کار، هنکون دقل شد کمتر، زنها رو لوچ کردن در کار، برای که آنها فقط علف بیگانه تولد کنند. یعنی که فرزندی پاک تولد کردن نتوانند. زن رو بیزنس وومن کردن در کار، که با مرد نبرد کند. برای همین شاعری ما فردوسی بزرگ گفتگی است که زنان را بس باشد همین یک هنر، کشینند و زایند شعران نر. یعنی که پاک دامن که شدند آنها، به دنیا شعرهای نر می آیند. و در آخر یک مقایسه را من آوردنی هم که تصور کنید که یک قلف، قلفه باشد و همان قلف را با تمام کلید کشاده شود. همین قلف، یعنی که قلفی که با تمام کلید ها کشاده می شود، و قلف ارزش خود را داشته می تواند یا ارزشش تماما گم می شود؟ تماما گم می شود، درست است؟
برای همین زن باید قلف شود که وی را تنها یک کلید کشوده تواند، یعنی که تنها یک مرد، تنها شوهری او. زن وقتی که تو را با تمام کلید میکشویند، خودت یک فکر کن، قدر تو تماما گم میشود. با همین صحبت من به پایان رسید. به همه خدا حافظی میکنم. نقطه نظر خود را در کامنت میتوانید اظهار کنید. در امان خدا باشید دوستان، برادران و خواهران عزیز.